امروز میخوایم در مورد تنظیم شیرهای امبسات صحبت بکنیم شیرهای امبسات رو تو فیلم های قبلی به صورت مفصل اجزاشون رو توضیح دادیم برای مثال این شیر امبساتی که ملاحظه میکنید از یک قسمت بال تشکیل شده که الان جدا شده از این شیر اگر این قسمت بالایی رو ما جدا بکنیم که قبلا بریدیمش همونطوری که میبینید یک صفحه دیافراگم اینجا قرار داره که حباب به این بالای این قسمت نیرو وارد میکنه اما در پایین این قسمت ما دو تا فشار داریم یک فشار فنر و فشاری که اواپراتور وارد میکنه اکولایزر خارجیمون که این لوله هستش به زیر دیافراگ وارد میکنه تعادل این نیروها باعث کارکرد شیر انبساط میشه و باعث باز شدن مسیر عبور مبرد کم شدن جریان زیاد شدن جریان میشه چند راه برای تنظیم شیر انبساط وجود داره که یکی از بهترین راهاش استفاده از سوپرهیت هستش که اون رو به صورت کامل توی یه فیلم توضیح دادیم و به صورت عملی قبلا دیدیم که چجوری میشه یک چیله رو با سوپرهیت تنظیمش کرد اکسپنشنش رو این مطلب رو به صورت کامل قبلا توضیح دادیم توی فین و اکسپنشنی رو با استفاده از میزان سوپر هیت تنظیم کردیم اما امروز میخوایم یک روش دیگر رو در موردش صحبت بکنیم روشی که با اون میتونیم ما میزان طول فنر رو تنظیم بکنیم فنرهای اوریفیس های اکسپنشن ولد داره طول های مشخصی هستند. شرکت های سازنده جداولی رو به همراه اکسپنشن ولو ارائه میدن که میزان طول فنر در اونها مشخص شده پس ما با استفاده از این جداول و مشخصات سوزنمون میتونیم به این جداول مراجعه بکنیم و در صورتی که امکان باز کردن سیستم برای ما وجود داشته باشه امکان باز کردن اکسپنشن وجود داشته باشه میتونیم این طول رو اندازه بگیریم و با اندازه گیری این طول فنر رو به میزان تنظیمی کارخونه برگردونیم البته این مطلب در حالتی هست که چندین بار اکسپنشن توسط اپراتور یا تعمیرکار مورد بازرسی قرار گرفته باشه تنظیمات به هم خورده باشه و نیاز باشه که تنظیم مجدد صورت بگیره در اون صورت ما میتونیم از این طول فنر استفاده بکنیم و تنظیمات رو به تنظیمات کارخونه برگردونیم اما این یک روش سخت هستش چون نیاز هست که سیستم تخلیه بشه و اکسپنشن باز بشه و بعد از اون اقدام به تنظیم طول فنار بکنیم روش های ساده تری وجود داره که با استفاده از میزان سوپرهیت هستش که اون رو به صورت کامل توی فیلم دیگه ای توضیح دادیم که میتونید برای تنظیم اکسپنشن ولف با استفاده از میزان سوپرهیت به اون فیلم مراجعه بکنید